جود بسم الله الرحمن الرحیم. بیولوژی فارمسی میتوکندریا استراکچر اند فانکشن. What is the mitochondria? Eukaryote or prokaryote? Prokaryote. Prokaryote. Mitochondria is a bacteria. Is okay. Yes. If the mitochondria is bacteria, do we have on our body bacteria? Of course. In the eukaryotic cell? No. All of our body, human body, is eukaryotic cell. Yeah. Mm-hmm. But we know that we have a mitochondria, bacteria. It means if you use antibiotic, is it against mitochondria also? Yes. It means if you use a lot of antibiotic, wide range antibiotic, do you damage the mitochondria in your body? Yes. It means this is a side effect. یعنی نباید همه زیاد استفاده کنن. What do you know about the endosymbiosis theory? Endosymbiosis. بده من بنویسم دیگه بود. بده من اینو چکیم. نه. کسی توش نباش. همین دیگه خودم. نه میخواستم چکیم کنم بگیرم. آه چکیم کنیم. دست من چکیم. مچا what is the endosymbiosis? بده من الان باید اینو بگیرم. من میگم نه. آخه دست رو میره رو میکروفون ولی نیستی. This is a bacterial cell. این یه سل باکتریایی بوده. بچه تو باکتری هسته داریم؟ نه نداریم. همش چیه بگو؟ ناحیه نوکلئویدی. نوکلئویدی. ناحیه اینر بهش میگن. نوکلئویدی. یعنی چی اینر؟ اینر. متون شکل. نه این الان یه پروکاریوته. یه سلول باکتریه. قبوله. بچه اول سلول داشته. بعد مده طبیعت سلول از بین برده. وقتی که سلول از بین برده ایشون فقط خودش مونده و خودش. بعد شروع کرده وجینیت. وجینیت یعنی چی بچه؟ اینو باید همین جوری بنویسیم تو امتحانو. وجینیت یعنی چی؟ یعنی چکیده بیرون. چوک جهانی شد. یا چون که چکیده داخل. اگه به چوک داخل کم کم یه هسته ایجاب شد. یعنی از سل ممبرن یه نوکلئوس استیت فاز نوکلئوس اسپیس ایجاد شد. بعدش اتفاقی میافته؟ چوک میکنه. بعدش یه باکتری هوازی آئروب باکتریا بگو. آئروب باکتریا. اسم این باکتریا بود چی؟ مایتوکندریا بگو. مایتوکندریا رو خوردش، فاگوسایتش کرد. من خستمون مایتوکندریام اضافه شد. بچه این تیغه هایی که میکشم اسمش چیه؟ کریستا. بگو کریستا. مگه این مایتوکندریانی به این تیغه ها میگیم؟ کریستا. تیغه میشه کریستا. اینجوری نوشته میشه به انگلیسی. به فضای داخل مایتوکندریا میگی ماتریکس. شقایق تو میدونم بلدی. بذارین دوتا به مخاشون فشار بیارن. خب میشه ماتریکس. نه منتظرم تا تو بگی و اینا بگن چرا بلدی. من نمیدونم مخه فشار بیاری. مطمئنم که بلدی. بعد نخونه چونه. بعد کلوروپلاست خورد. بگو بچه اینایی که تو کلوروپلاست اینجوری میکشم چی هم؟ ببین اینو بکش پایین اینجا. من نمیخوام آدم تو صحنه باشه. خب اینجا اوکی یه کلروپلاست هم خب بچه به این تیغایی که کلروپلاست رو هم گذاشتم میگیم چی؟ سبز و تیلاکوئید. بگو تیلاکوئید. اینه همه اسمش مهمه؟ بله همه رو باید بدونی. قبوله؟ میگیم چی؟ تیلاکوئید. به فضای داخل کلروپلاست، به فضای داخل مایتوکندریا گفتیم ماتریکس. به این میگیم تیلاکوئید. به این میگیم استروما. بگو استروما. چند تا تیلاکوئید. اینو بده به من. من دارم هرس میخورم. کشتی با این سیم مارا. همین چی کار کنیم؟ واقعا نمیدونم داره چی کار میکنم. این سیمه اینجا ککه سن. سلولی که مایتوکندری داشته باشه میشه منشأ سلول های چی؟ جانوری. انیمال سل اوریجین. سلول که کلروپلاست داشته باشه میشه منشأ سلول های گیاهی یا پلانت سل اوریجین. به این فرضیه میگن فرضیه که درون همزیستی یا اندوسیمبیوزی. هرچی میتوکنونی داشته باشه یعنی گیاهی؟ نه فقط مایتوکندری منشأ سلول جانوری. کلروپلاست مگه محل فتوسینتزیز نیست؟ در نتیجه میشه منشأ سلول های جانوری. من و شما که تو بدنمون کلروپلاست نداریم. حالا اینجا داره توضیح میده. میگه که اول introduction the early earth was populated was anaerobic. anaerobic یعنی چی؟ میگه کل دنیا چی بود؟ غیر هوازی بود. بعد اکسیژن کم کم اومد داخل اتمسفر و سیانو باکتری ها اپیر شدن. بچه سیانو باکتری یعنی چی؟ بدون هوازی. نه هوازی؟ سیانو باکتری ها دو دستن. پلانکتون ها پلانکتون and green blue آلگاه.
جلبک های سبزابی. جلبک های چی؟ سبزابی. بچه پلانکتون میدونین چیه؟ پلانکتون و موجودات ریزن که تو سطح دریا هستن، ماهی ها از روشون میخورن، چوک میزنن، اگر فسیل بشن نفت میشن. بعد میگه کم کم که اکسیژن وارد شد، سیانوباکتر ها ظاهر شدن. بعد مولکول های هوازی اومدن که شروع کردن اکسیژن رو اکسترک کردن. در یوکاریوت ها، یوکاریوت آئروبیک ریسپیریشن تیک پلیس این میتوکندریا، میتوکندریا رو خورد. حالا آئروبیک ریسپیریشن منظور چیه؟ ما باید اینو خیلی خوب یاد بگیریم. بهش میگن تنفس هوازی یا تنفس سلولی یا تنفس میتوکندریایی، اینا سینونیمه. What is the mitochondria? Mitochondria by endosymbiotic theory origin اومده، از سایتوزول اومده، خورده شده و این حرفا. Produce oxygen، oxidative phosphorylation. یکی از کارهای میتوکندریا oxidative phosphorylation. بچه oxidative به این دلیل که اکسیژن میاد به علاوه پروتون میکنه آب میسازه. Phosphorylation به این دلیل که میاد فسفیت رو اد میکنه به ADP و ATP میسازه. پس یه بار دیگه توضیح بدیم یعنی چی oxidative phosphorylation. Oxidative فسفوریلیشن این به این دلیل که کانسیوم اکسیژن اند پرودیوس کی واتر، آب تولید میکنه. میاد اکسیژن و اودو رو به علاوه 2 مول پروتون میکنه، اینم 1/2 اودو 1 مول آب میسازه. قبول، اینم ریاکشنش. فسفوریلیشن مینز اد فسفید، اد چی؟ فسفیت تو ADP. بعد چی میشه؟ میگیم ADP به علاوه PO4 سبار منفی میدهد ATP. قبوله؟ اکسیداتیو فسفوریلیشن and generate oxygen radical. یکی دیگه از کارهای میتوکندریا توی کردن رادیکال. خب بچه این هم میتونه خوب باشه، هم میتونه بد باشه. اگه طرف هلسیه، اخمتو باز کن، اگه طرف هلسیه خب بده، رادیکال آزاد بده، چون دمیج میزنه، ایجاد سرطان میکنه. اما اگه طرف سرطان داره، اگه ما تو میتوکندری کاری بکنیم که میتوکندری های تومور سل پرودیوس مور اند مور رادیکال، ما باعث چی میشیم؟ دمیج دادن به تومور سل، کیل به تومور سل. ادامه میدیم. بعد گفته که اینجا یه جا اینجا هاش میکروفونشه، بلدی میکروفونش کجا؟ یه جو هست زیرا مادرش دست درونه. اگه تو این اینجوری بگیری هیچ وقت میکروفونش من تجربه دم نشو اینجوری باید بگیری، اگه نمیتونی بده من خودم میگیرم. خب حواست باشه چون جاهای دیگه من نمیدونم دقیقا کارشه. فقط اینجاست برای منه، اینه از توی همینجا سال اگرم جوش هست رو همونه نمیدونم. بعد گفته اینجا لغتی به نام برده به نام روس، یعنی ریاکتیو اکسیژن اسپسیس. بچه اینا رو بعد انواع روسا رو بشناسید. روس من میگم یعنی گونه های فعال، بگو اکسیژن، بگو گونه های فعال اکسیژن. مخفف چیه روس؟ ریاکتیو اکسیژن، اکسیژن جن ها اکسیژن اسپیسیس. بچه ما چند گونه فعال داریم. اول از همه اوتو که غیر فعاله چون اکسیژن هست، میاد تبدیل میشه به اوتوی رادیکال نقطه آنیون. پس بگو O2 رادیکال انایون، O2 رادیکال انایون یا O2 نقطه منفی. اسمش هست سوپر اکساید، بگو سوپر اکساید. چرا سوپر اکساید؟ بچه O2 اینجوری یعنی 2 تا O، یه بار منفی به هر کدوم چند بار منفی میرسه؟ میشه ماینوس هالف، درسته؟ ماینوس هالف، ماینوس هالف، اخیصبش میشه سوپر اکساید. پس عدد اکسایدش هست ماینوس هالف. ایشون باز هم الکترون دریافت میکنه، بعد میشه O2 دوبار منفی، یعنی 2 تا O دوبار منفی به هر کدوم ماینوس وان، اسمش میشه چی؟ پروکساید. که ما ایشون رو در ماده میبینیم به نام H2O2. بعد ایشون میاد تبدیل میشه به OH رادیکال، هیدروکسی رادیکال. بگو هیدروکسی رادیکال میشه ماینوس 2. دقت کن اکسیژن از زیرو به ماینوس منفی داره فکر کنه، نه هم اینا میده هم هیدروکساید میده هم هیدروکسی رادیکال میده. 2 مدل اسپیسیس تولید میشه، از زیرو به ماینوس هالف، از ماینوس هالف به ماینوس 1، از ماینوس 1 به ماینوس 2. اینا همه در حال چی هستن؟ ریداکشن. کی پس اکس میشه؟ ما همیشه میگفتیم ریدوکس، هم رید هم اکس. کی اکس میشه؟ میکرو. کی اکس میشه؟ بدن من و شما. کی اکس میشه؟ سل توموری. بچه اگه اکسید بشن میمیرن، میکروب میمیره، تومور میمیره. اما اگه سل بدن خودم باشه میشه بیماری اوتو ایمیونو دیزیز. گرفتید نشد؟ پس منشای همه اوتو ایمیونو دیزیز ها روسه. منشای همه آنتیبایوتیک هایی که مثلا دسینفکتنتن یعنی زدوفونی کنندن
روسه. پس این روس روس میکروبا میکشه بیرون، میکشه میکروبا. یادتون نره به دلیل تولیده، به دلیل تولید رادیکال. به دلیل اینکه رادیکال، چرا رادیکال خطرناکه؟ چون اکسید میکنه، چون های انرژیه، چون تک الکترون داره، دوست داره سریعا باند کووالان بده، میره چوک چوک میشه. چیز میگم این لغت انداخته تو زبونه من. ببین اصلا فارسی کم داشتم این چیزی. آره آفرین. بچه گفته مایتوکوندریال استراکچر اند فانکشن. مایتوکوندریا مورفولوژیش چه شکلیه؟ تیپیکال مایتوکوندریا آر بین شیپ. بین شیپ یعنی لوبیایی شکله. ارگانل بعد تریت لایک کوین بهش کن. دی سایز اند نمبر اف مایتوکوندریا ریفلکت دی انرژی ریکوایرمنت اف دی سل. هر چه تعدادشون و سایزشون بیشتر باشه، انرژی ریکوایرمنت سل نشون میده. یعنی منظور اینه که مثلا سلول قلب، سل کاردیاک ماسل، استریتد ماسل که میخواین اسپورت بکنین، اینا همه ببینه بده به من. ببین به قرآن هم من بهتر میگیرم، هم تو حواست جمع میشه. یه بار دیگه بگو این تعداد است. تعداد و سایز میتوکندریا نشان دهنده داره انرژی. حالا شما من بگو سلول پوست میتوکندری بیشتر داره یا کاردیاک ماسل؟ کاردیاک. بچه اووم یا تخمک بیشتر میتوکندریا داره یا اسپرم؟ اوکی این سوال امتحانی بوده تا حالا چند بار، به خاطر اینکه انرژی بیشتر نیاز داره. نه دلیل اووم از ریمیند، نه نه نه، اووم از ریمیند اون دی فالوپیان تیوب کانستنتلی، بات اسپرم شود موو الونگ دی سرویکال، الونگ دی سرویکال کانال. این اسپرم که باید حرکت کنه، اووم سر جاش سرسنگین میشنه، بخاطر همین اووم مثلا بعد میتوکندری داره کم داره. حالا سوال بعدی اینه که if the sperm has more mitochondria why the mitochondrial inheritance is maternal. یعنی چی mitochondrial inheritance؟ mitochondrial inheritance یعنی وراثت مایتوکندریا مترناله، هم مترناله هم مندلیانه یا مندلیان. مندلیان مندل رو یادتونه تو زیست دبیرستان مندل گلای سفید و سرخ و آفرین. به این نوع وراثت میگن وراثت مندلی. اوکی حالا مترناله، میگی سلول اووم میتوکندری کم داره، اینا الان میتوکندری سلول چی هن؟ اووم. اسپرم زیاد داره، ولی بچه ها اسپرم میتوکندری هاش اینجا تو نک اسپرمن، گوش بده، تو نک اسپرمن. اوکی فقط سر اسپرم اینجا فیوز میشه و فقط ماده وراثتی وارد میشه. در نتیجه وقتی زایگوت ایجاد میشه از اووم و اسپرم، فقط چیا رو داره؟ مایتوکندری های مادری رو داره. If the father has a mitochondrial disease it doesn't problem for the child, but if the mother has a mitochondrial disease the abortion is necessary. ابورشن یعنی سقط جنین، میگه سقط بایستی بشه بچه. چرا؟ چون بچه for sure has a mitochondrial inheritance disease. قبوله؟ افتاد؟ ادامه بدم، حواست پیش منه؟ چی؟ میتونه بچه داشته، بچه مریض به دنیا میاره. هرچی بچه ای که عروقی. هر بچه‌ای که به دنیا بره مادره چون خودش مریضه نمیتونه، بعد اول درمان بشه مطمئن شه خوب شده. بعد آیا درمان شدنی هست؟ بله انشالله. The size and number of mitochondria reflect the energy requirement of the cell. ادامه میدیم بچه، این مایتوکندریا به این تیغه ها میگیم چی؟ کریستا. گوش بده، میگیم چی؟ کریستائه یا کریستا میخوان کریستائه. کلن داره میگه که اینجا نه فلان و اون داره تو اسپرم نشون میده که دقیقا کجا هاشه مایتوکندریا. نشون بده آقا. آره مایتوکندریال فوژن اند فیژن اصلا مهم نیست. چجوری مایتوکندری میره و میاد؟ چرا همچی میکنی؟ الهی قربونت برم من نمیبینم. خب خاموشش شو، اینه خاموشش نه بستی خاموش شدن بذارش اینجا. خوبه الان اینجا خوبه، هم نور میاد هم تو میبین نیفته. بعد گفته که مایتوکندریال استراکچر اند فانکشن. مایتوکندریا بچه چند تا لگه داره؟ سه تا. دوتا اینه راوتا داره، یه دونم تو خودش، اینه یه دونه نوکلئوتید ممبرین. آره یه اینتر ممبرین داره. نه اینتر ممبرین اسپیس داره. ببین وقتی میخوام یه مایتوکندری دقیق بکشم این فضای ببین من بهم گفت یه دونه سنا کن اینا کشی، این دو تا لایه است، کد دو تا پلاسما ممبرین داره، اینجا هم خودش یه چیز داره. اینتر ممبرین اسپیس این فضای درونی میشه. این سیتریک اسید سایکل که داری دایره میزنی فداشم. صف کال برای توضیح میدم. اینا بار تو عکس بود. نه الان من برات توضیح، شما اینو گوش بده به من. این آوتر ممبرینه، ایشون اینر ممبرینه، این
اینجا فضای بینابینیه که بهش بگیم اینترا ممبرن اسپیس. اینا اینا میگن همینا. خب این دوتا این یه لایه، اونم یه لایه، اینم یه لایه است دیگه. نه داره یه جورایی درست میگه. ببین خود اوتر ممبرن فوسفولیپید بای لایره، خود اینر ممبرن فوسفولیپید بای لایره، یعنی در کل اینجا چند تا لایه هست؟ میبینی 4 تا لایه فوسفولیپیدی هست. اما وقتی ازت بپرسه تو امتحان how many layer do you see, you should say two phospholipid bilayer. بگو two phospholipid bilayer. two phospholipid bilayer. bilayer تو شما داره میبینیم. پرست در جایی که بودیم بچه اینا عکسای میکروسکوپ الکترونی نگاره یا SEM و این چیزاست. بعد گفته که فضا رو گفته، آتا رو اینا رو تعریف کرده، اینر ممبرین مندر گفته کریستا ورد ماشینری آف فور ATP is located. پس کی ما کجا ATP تولید میشه؟ روی تیغه های کریستا. و فانکشن های میتوکندری یکی این که فقط ATP تولید میکنه و برای خودش پروتئین تولید میکنه تا یه حدی. حالا اینا رو آره درست درسته؟ همین؟ بچه اینجا رو میبینی؟ اینجا ما یه سری پر داریم، سوراخ داریم، میبینی؟ منفذ داریم ولی اینجا نداریم. در نتیجه outer membrane is permeable. permeable ولی ایشون اصلا به هیچ وجه impermeable. یعنی چی؟ یعنی قابل نفوذ، غیر قابل نفوذ. اوکی اینجا میخواد همین رو به شما بگه. بعد میگه the inner membrane contain cardiolipin but not cholesterol, both are true of bacterial membranes. The outer membrane contains a large pore forming protein called porin. به این دریچه های اینجا میگن آکواپورین یا خود میتوکندریال پورین. زیاد چیز خاص مهمی نداره. خود کاردیولیپین کشیده که چجوریه. بچه من اینو بهتون بگم، پیغام بدم که اینو شما هستی حفظ باشید انشاءالله. چیو؟ ایشونو واسه امتحان؟ نه واسه ترم دیگه بایوکیمیستری. اما ببین چجوری حفظش کنین. اینو من یه روش به شما میگم. اینجا نگاه کنین، این الان سه تا کربن میشه پروپان. سه تا کربن میشه چی؟ پروپان. با سه تا او اچ میشه گلیسرول. قبوله؟ میبینی سه تا او ارا قبلا او اچ بوده. بعد با یه اسید، با یه اسید دیگه میشه تریگلیسیراید. میشه چی؟ تریگلیسیراید. اگه اسید اینجا رو بردارم جاش فسفات بذارم بهش میگن فسفاتیدیک اسید. بگو فسفاتیدیک. حالا اینجا نیا کن، مرتبه پروپان، گلیسرول، دو تا اسید فسفات، یه فسفاتیدیک اسید دیگه، اینورم یه فسفاتیدیک اسید دیگه که به یه مولکول گلیسرول باند شدن. افتاد؟ وقتی من دونتم تو اینو چجوری کشیدم؟ من این ورا کشیدم، پرانتز گذاشتم، نوشتم دو وزن گلیسرول. دو دیگه فرمول خطی نوشتم. نمی‌دونم فرمول خطی نوشتم، معلمم دست نمره نده. یک چیز باحال شده بود چون خیلی بزرگه داری می‌بینی که خیلی بزرگ. بعد بهم میگن کاردیولیپین. بگو کاردیولیپین. ما کاردیولیپین چون مولکول بزرگی تو این امتحان میاد مثلا. نه، شوفا بدون کاردیولیپین داره. این چه؟ این پرینه دیگه، همون منفذه است که اینجاست. اینجاست. اینا همه چی میتونه توش رد بشه بیاد. پس پرمیابل، قابل نفوذه. ماتریکس چیه؟ فضای داخل میتوکندریاست. هیچ چیز دیگه‌اش اینجا مهم نیست. نه مهمه. چند تا سوال در رابطه با میتوکندری. بچه ها میتوکندریا بذار باشه اینجوری راحت تره. بچه ها میتوکندریا دی ان اش سرکولاره یا لیناره؟ سرکولار. شما اهمی با اشاره به هم چی میگی؟ نمیبینی؟ نه پشت تکونه اصلا خوب میشه. آره پاتو بنداز گله پا من اگه تکون داریم میزنم اینجا اینجوری میکنم اینجا ببینم درده بودم. آقا دی ان ای سرکولاره یا لیناره؟ سرکولاره. یعنی چرا سرکولاره؟ چون ما گفتیم میتوکندریا پروکاریوته، درسته یا نه؟ همه پروکاریوته سرکولاره؟ همه شون، همه بلا استثنا. چیز دیگه که در رابطه با دی ان ای میتوکندریا بدین که اینا خیلی خاصه بچه‌ها، حالا نمیدونم اینجا گفته یا نه ولی چون نکته مهمیه و خیلی سخته فهمش برام میگم، همیشه وقتی دی ان ای میتوکندریا رو میخونیم تو کتابا نوشته دابل سرکولار. بگو دابل سرکولار یعنی چی؟ دو تا حلقه. اون وقت شکل ده. ببین بذار من اینو توضیح بدم با شکل. اینا اول این یه حلقه، وقت حلقه دوم رو داخلش بکشم نازکتر میکشم، چون این نازکتره به این داخلیه میگن لایت چین، به اون بیرونیه میگن هیوی چین. گرفتید شد؟
افتاد. پس دابل سرکولار رو معنیشو گرفتی چی شد؟ یعنی دو تا حلقه، یکیش لایت یکیش هیوی. بچه ها چون که پروکاریوته تمام این ژنا کدون دارن، ولی یوکاریوته کدون مدون خبری نبود. تمام اینا سیسترونیکن. گفتیم سیسترونیک یعنی یه امارنه چند تا ژن، درسته؟ آیا اینا اینترون دارن روشون؟ نه. چرا؟ چون اینا پروکاریوتن. این پای توی دیگه کنترل شو بذار اینا فکر کنن. خب آفرین. چون اینا پروکاریوتن اینترون ندارن. اینترون ها حذف شدن یا اگزون ها؟ اگزون ها. من گفتم وقتی اینترون رو میشنوین یادت لغاتی بیافتین، اینترون های انتر میمون باید حذف بشن. بگو اینترون های انتر میمون باید حذف بشن. پس اینترون حذف یا اگزون؟ اینترون. چرا؟ چون انتره. اینترون های انتر میمون. خب بعد گفته که مایتوکندری ریبوزوم مخصوص خودشو داره، ترجمه مخصوص خودشو داره، آنتی بیوتیک. آره ریبوزوم پروکاریوتی داره. ریبوزوم پروکاریوتی خاصیتش چیه بچه‌ها؟ گفتیم ریبوزوم پروکاریوتی 70 اس، ریبوزوم یوکاریوتی 80 اس. این 30، این 50، اینجا این 40، این 60، بعد کلا 70 اون 80. یعنی این میشه یوکاریوتیک، این میشه پروکاریوتیک. آم بله. آم بله بله. سیستم تیچر ها. چی؟ سیستم تیچریه بر خودش. خیلی خب برای کنار رو تازه خواهد رو هفت سال پیش خوندم. آرما اینا خوب بلد. نگفتن شما سیستم تیچریه. نگفتی دیگه دانیم از داره چیه. مایتوکندریا جنتیک. اوکی؟ ایچ سل کانتین مینی مایتوکندریا ایچ آف ویچ، هر کدوم اونا کانتین مولتیپل کپی آف سرکولار دی ان ای مولکول. مایتوکندریا جنوم ایز سابجکت آف دی نمبر آف پکولیاری نمیدونم یعنی چی. گفته رپلیکیشن آف دی ان ای از ایندیپندنت آف اس فیز بات رگولیتد. بچه ها اس فیز یعنی چی؟ سل سایکل رو بلدین؟ سل سایکل چیه؟ اول تو سل سایکل چی هست؟ جی وان، بعد اس فیز، بعد جی تو، بعد ام فیز. بچه ها به کل جی وان سل سایکل یه ریزه دیگه دست تکون بده از تکون دست تکون رو پات. آفرین. من تشنم دارم خفه میشم. خب این تستت بیا این آن دیگه از جیوانا اس و جی تو رو بشون میگی؟ اینترفاس. یه ذره بذار این دوتا به مخای پوکشون فشار بیان. خب میگن چی؟ اینترفاس. بعد اینم که مایتوزه قبوله. بچه چک پوینت ها کجا خواه قرار دارن؟ قبل از اس. نه قبل از اس. سه تا چک پوینت باید بتونی نام ببری آقای دکتر. امیر. اینه من باید تو فیلم بگیرم یه بار دیگه بخور به این حالت خجالت میگیری. چرا از سرش نمیخوری؟ خب من که خواست یکی دیگه بخوره بدون. هیچ کس نمیخوره دیگه الان این وقت کسی نمیخواست برای سیخوری زفت نمیشه. سه تا چیک پوینت داریم، یکیش اینجاست قبل از اس، قبل از جی دو، بعد از اینجا داریم که میخواد این برای وقتی که میخواد وارد میتوز بشه و یکی هم اینجا داشتیم، درسته؟ سه تا چک پوینت داریم. بعد اینجا میگه که دی ان ای آیا تو دمج دیدی؟ اینجا میگه دی ان ای آیا تو کامل داری دابل میشی؟ اینجا میگه دی ان ای آیا تو همه اجزات آماده است میخوای وارد میتوز بشی؟ آر یو شور؟ سه تا چک پوینت داریم میپرسه. نه حالا میگه که رپلیکیشن مایتوکندریال از ایندیپندنت اف اسپیس. نو هیستون. بچه کار هیستون چیه؟ اینجا این کاندنس کردن دی ان ای. ویر کن یو فایند هیستون؟ داخل هستی کروموزوم. اینده دی ان ای رو میخوای چیز کنه؟ نوکلئوس. آنده نوکلئوزوم. پس کار نقطه این ستا رو گفتم، چک پوینت ها رو. کار هیستون چیه؟ کاندنسیشن. کاندنسیشن تراکم ایجاد میکنه، جمع میکنه، فشرده میکنه. کاندنسیشن آف کروموزوم این ده استرکچر آف نوکلئوزوم. قبوله؟ بچه آیا دی‌ان‌ای پروکاریوت ها کاندنس شده؟ نه، ویلوه اون وسط. چرا؟ چون نو هیستون. چرا؟ چون نو هیستون. آلموست نو اینترون. گفتیم اینترون مخصوص یوکاریوت هاست. بوس استرند آف دی ان ای از ترانسکرایبد. آیا مال انسان هم همین جوریه؟ نه. نه، انسان فقط وان استرند از ترانسکرایب. اوکی؟ ولی ایشون بوس استرند از ترانسکرایب. ام آر ان اش دیفرنت استراکچر داره و کپ نداره. بچه وات واز د کپ؟ کپ فورمیشن. ما گفتیم وات از د مچور ام آر ان ای؟
یه بار دیگه گلو اینا موقعشون فشار بیان بعد تو میگی یادت نیست شما ماتیسه کپ کلا میامد روش کلا میامد آفرین This is for maturation of mRNA دیگه یه چیز دیگه بگو برای بالغ شدن mRNA گفتیم باید کلا داشته باشه با پولی آدنیل تل درست شد حالا میگه که mRNA های پروکاریوتی کپ ندارن نو کپ بعد میگه دنس ژن پکینگ مینیمم رگولیتوری سیکونس احتیاجه و تیارنه های کمتری دارن بچه ها لس تیارنه اون وقت گفته چرا چون سام کدونز آر دیفرنت و ریلکس کدون یوزه شما ولش کن تعداد تیارنه هاشون کمتره خب هاو منی تیارنه دو وی هاف هاو منی 61 خب اینو دیروز ما گفتیم درسته؟ تو فیلم دیروزمون هست بهت میدیم میشینی گوش میدی یاد میگیری شفره یکی تیاره نداری الان میریزم رو فلش میباری به همه تو میدم بچه این الان این همون منظوری گفتم دابل سرکولار دی ان ای بگو دابل سرکولار دی ان ای نکن خب بخط بگیرش دیگه تکونش نده دابل سرکولار دی ان ای لایت چین کوین اله بچه ها ال کو اینجا ال استرند یعنی لایته نگاه کن میبینی اصلا این قضیه چاکش چیه این چاکش نگه دو تا حلقه است اینو گفتن دو تا حلقه ایه خب وقت ببین اینجا نازکه اینجا هویه اینو میدونم خب چیش میام اینا چیه اینا چیه اینا به تو ربطی نداره اینا رو باید یه بیولوژیست بلد باشه ما بلد نیستیم اوکی بچه ها ما فقط باید برای که میخواسته فکر شما حالیتونه شما اینا باید نه که درشته رو باید یاد بگیری باید بفهمی که H استرن is enrich in guanine L استرن is enrich in cytosine همین انا از این سایکل باید همین رو چکنم اینا نکاتی که همیشه ها همیشه نکاتی موقع تو رو خدا بدیم من دیرو ده دقیقه فیلم گرفتیم الان نیم ساعت شده یکی یه ذره دیگه حرکت کنه یه ذره این باشه تکون میده اینم که خوابه این واسه الان چشاش رفته اینم که گوش نمیده هرس ندیم دیگه هیوی چین لایت چین اینا به قرآن داری هرس میدیم خودم درس بخونم زندگی دارم خب این که هیچی هستم بچه این سال امتحانتون بود گفته بود که هیومن نوکلار ان مایتوکندریال ژنوم مقایسه کنید خب الان مایتوکندریال ژنوم سایزش مسلما خیلی کوچیک‌تر از نوکلار ژنوم و میگه ایز لاس سایز ایز لس ایشون وان سرکولار دی ان ای داره ولی ایشون ما 23 تا کروموزوم سوماتیک یه دونه جنس داریم در کل 24 تا کروموزوم داریم توتال نمبر اف دی ان ای 46 تا دهات دیپلویده ولی این سیورال تاوزند خیلی زیاد مثلا سیورال تاوزند کم خیلی کمتر 46 تا کروموزومه چرا چون کروموزوم خیلی بزرگه میلیونز نوکلئوتیده اسوسییتد پروتئین سیورال کلاس هیستون و نان هیستون داره ولی اینجا گفتیم نو هیستون تو مایتوکندری هیستون نداریم نمبر اف د ژن 3000 تا 35000 مهم نیست منی اینجا منی مایتوکندریال ژن لس زیاد کم اینجوری باید بلد باشیم ژن دنسیتیش 1/100 کیلو بیسه ولی 1/45 تا یعنی هر 45 تا یک بار دنس میشه هر 100 تا یه بار دنس میشه خب مسلما اینجا دنسیتی بیشتره پس شما یاد بگیرین که نوکلئر ژنوم یوکاریوتی از مور دنس دن پروکاریوتی بگه سال بپرسه اونجا گفته total number of DNA molecules per se این فکر کنم منظورش اونجا این بوده که این 46 تا داره فقط ولی این معلوم نیست چند تا داشته باشه یعنی فقط یه حلقه نداره شاید مثلا پلازمید و اینا هم کنارش داشته باشه چند تا که ما تعداد پلازمیدار نمیدونیم مثلا شاید کلی پلازمید داشته باشه خب این حرف شما درسته ولی اینجا نگاه کن داره میگه often several thousand ولی 46 تا کروموزوم دیپلوید سل ژنوم بیشتری داره یا پلازمید ها هر چقدر هم داشته باشه از سلول ما کمتر داره چون سایز سلول پروکاریوتی is much less than the چون الان سایزش اصلا نوکلئر ژنوم 16.6 کیلو بیسه این مگاه مگاه 10 توان یعنی فرض کن میلیون پلاسمید داره داری کاملا درست میگی داره تعداد پلاسمید دارن پر سل حساب میکنه ولی باز با اون حالم خیلی کمتر میشه قبوله؟ بعد کانتینیو کرده جدول ریپیتیتیو دی ان ای 50% ژنوم یوکاریوتی ریپیتیتیوه ولی این خیلی کمه بچه ها از این به ما به چه نتیجه برسیم تفاوت داره مثلا میگه 4-5 ژنوم ببر
خب تو چند هفتش تا هش رو حفظ کن بتون چهارپنجش نام ببری. حالا ریپیتیتیو یعنی چی؟ یعنی تکراری. آخه چرا جنب بدن تو بدن ما تکراری باشه خوبه؟ اگه یکیش جهش بده که اون یکی جبران میکنه، اما تو میکنه تو کنه چون ریپیت کم شده و اگه یکیش جهش بده که دیگه به باد فنا رفت. ببین الان ما تو سلولی اصلا من از این ژن 4 تا دارم تو یوکاریوتی، این یکی میشکنه میمیره، نگاه کن انگشت من، این یکی مرد، 3 تا دیگه هست جبران میکنه، اما تو پروکاریوتی یه دونه دارم هست، همون یه دونه همون از بین بره دیگه هیچی ندارم. میفهمی چی میگم؟ چون ریپیتیتیوش very little، خیلی کمه، ریپیت نشده. ترانسکریپشن the great bulk of genes are transcribed individually ولی co-transcription of multiple genes from both the heavy and light strand انجام میشه. اینترون ها found in most genes، اینترون ها همه جا پیدا میشن، انترا همه جا توی یوکاریوت پیدا شد ولی آدم انتر تو پروکاریوت ندیم چون جایی ندیم چون خیلی کوچولوه. درصد کودینگ 1.5% 93%، به طور کل میگن اصلا اینا کودینگ نیستن، اونا کودینگ هستن. نه فقط کم و زیادی. اوکی کدون یوزر اسلاتی دیفرنس ها مهم، ریکامبینیشن دارن، اینهریتنس اکسکلوسیولی ماترناله، از مادر به ارث میرسه، خیلی مهمه، ولی اینهریتنس سلول یوکاریوتی یا مندلیانه که به خاطر ایکس و وای یا چی میگن یا همون میوز و میتوزه که بلدی. ارگانیزیشن آف هیومن جنوم اینا مهم نیست، این هم که اسم آماینو اسید بود تو فیلم دیروز گفتیم. نوکلئار میتوکندریال پرسل موس سوماتیک سل 100 الی 10000 تا میتوکندری داره، لیمفوسایت 1000 تا، اووسایت 100000 تا، اسپرم فیو هاندرد. بعد الان ما موقع گفتیم چی؟ فکر کنم برعکس گفتیم ها؟ تخمه کم داره اما اووسایت هم 100000 تا داره، این هم این فیو هاندرد میشه 100 تا. فکر کنم اول فیلم گفتیم که اسپرم بیشتر داره. نه پس در اینجا به جا میگیم اسپرم داره فقط برای حرکتش استفاده میکنه، ولی اووسایت پس 100000 تا داره. من اینو خودم الان یاد گرفتم نمیدونستم. اوکی پس کی بیشتر از همه داره؟ اووسایت، چون داره ماترنال اینهریتنس هم میده. جالب، یه اطلاعات جدید بود من امروز یاد گرفتم. بعد گفته که ماترنال اینهریتنس رو توضیح داده. اوکی اینا که ما گفتیم پس اینجا هم بوده. Key fact: mitochondrial DNA of sibling will match each other and that of their mother. But mitochondrial DNA, MTNG, mitochondrial DNA is found as a single circular chromosome in the cell. Single, circular, حلقویه. Mitochondrial may contain multiple copy of mitochondrial DNA داره. بچه اینا را قشن هر کدومش رو میتونه سوال تک تکی دیدیم یه یکی جواب بخواد. میگه how many mitochondrial DNA copy have؟ میگه many multiple. اوکی بعد اینجا مثلا میگه که چجوری مچ میشه، میگه از مادر میاد. میگه what is the mitochondrial DNA morphology؟ مورفولوژی یعنی ساختارش چیه؟ میگه سینگل سرکولاره. A human cell may contain hundreds or thousands of mitochondria. Mitochondrial DNA may be useful when nuclear DNA is limited because of its abundance. میگه mitochondrial DNA میتونه مفید باشه هنگامی که DNA هسته‌ای کارش خوب نتونسته انجام بده و فراوان نبوده. اینا مهم است. بچه یه سوال ازتون دارم. شما الان یاد گرفتین که mitochondrial DNA کوچیکه. الان یاد گرفتین که tRNA هاشم کمتر از 61. بعد یاد گرفتین که کدوناش هم کمه، درسته؟ آیا میتوکندری قادر همه پروتئین های خودشو بسازه؟ نه. آفرین. پس پروتئینش از کجا میاره؟ از سلول. از سلول یوکاریوتی. پس ما از سلول یوکاریوتی ایمپورت یا واردات پروتئین به داخل میتوکندری داریم. حالا سوال پیش میاد، آیا ما صادرات پروتئین هم داریم از میتوکندری به یوکاریوت؟ نه. به هیچ وجه. چرا؟ چون اون پروتئین های پروکاریوتی هن اگه بیان وارد یوکاریوت بشن آنتیبادی علیهشون ساخته میشه چون فارنر هست. اما چرا میتوکندری چه آدم پوریه از پروتئین های یوکاریوت قبول می نماید؟ An unusual feature of mitochondrial DNA اینه که replicative mitotic segregation داره. At the cell division mitochondrial DNA and mitochondrial sort randomly، اینا مهم نیست بچه. هوموپلاسمی و هتروپلاسمی مهم. یعنی چی؟ هوموپلاسمی یعنی اینکه همه مایتوکندری ها مریض باشن یا همه مایتوکندری ها سالم باشن. بگو هومو یعنی همگن. هوموپلاسمی همه مایتوکندری ها هز دیزیز اور اول اف د مایتوکندری ار هلسی.
هتروپلازمی. half of the mitochondria is sick, half of the mitochondria is healthy. حالا مثال بیماری گفته pure population of normal or mutant mitochondria, the mixture of mitochondria فلان. اینجا دیگه نگفته بچه باعث بیماری آلزایمر، پارکینسون، روماتوید آرترایتیس، تمام اینا هتروپلازمی ها چیه؟ هوموپلازمی. بچه که هوموپلازمی کامپلیت سیک باشه مطمئنن دیگه زنده نمیمونه. اما سامری، ساختار و فانکشن مایتوکندری رو باید بباشیم، ویژگی های مایتوکندری و کامپریزن آف نوکلار میتوکندری جنو. دقیقا سه تا سواله میبنه. الان اگه باید کارکترستیک های مایتوکندری دی ان ای رو بگو پشمان، بگو کمک کن، ویژگی هاشو بگو، مایتوکندریال دی ان ای ویژگی هاش چیه؟ باید بگی پروکاریوتیه، حلقوی گلینه آره، حلقوی. اینترون داره یا نداره؟ نداره. سایزش کم کوچولوه. این همه چیز کپی نداره. بعد دیگه کدوم داره دیگه، هم چهار پوینت و سه تاش نام برده دیگه، بسته دیگه. ممنونت شو. حالا ساختار و فانکشنش رو بگو، ساختارش رو که کشیدیم فانکشنش چیه؟ اکسیداتیو فوسفوریلیشن. بگو اکسیداتیو فوسفوریلیشن. دیگه پروداکشن آف ATP. گرفتین چی شد؟ آقا آرمان دیروز بهم شد جوری که ATP تولید میشه بگو، سیتریک اسید سایکل هم برات گفت، از روبایوتیک چنونم از چهارتا گروه عاملی اونجاست، الکترون میده، HM کامل همه رو برات گفت دیگه، رسپیتر چین هم یاد گرفتی دیگه. آفر وضعیتی اینجا بودش؟ اینجا هستش؟ نه افرق اتو اسلایده بایکمتونم برسه. خب از همه رو الان خیلی خوب بلدی تو، پرفکت. از اینا قطع کنیم.